بدن ولایت فقیه را هر 10 سال مبتنی بر یک طرحی جلو بردن. طرحهای 1188 فتنه 88 تا 1198 سه تاش رو اشاره کردم. طرح سیاست درهای باز چین با مدیریت آقای روحانی، طرح زدن انقلاب اسلامی و جایگزینیش با جمهوری اسلامی با مدیریت آقای روحانی، طرح مرگ اسلام و زمین سازی برای آنچه که اینا اسمشو گذاشتن پروژه ایران شهری با مدیریت عباس آخوندی در دولت آقای روحانی و سازوکارهای مربوطش. البته 5-6 تا پرده دیگه داره که از حوصله جلسه خارجه. فقط از این جهت عرض کردم که نگید ای بابا شما توهم توطئه دارید، 78 روزنامه رو بستن اینجوری شده، 88 انتخابات تقلب شده، این دفعه هم که پول بنزین بود. یعنی چی 10 سال این قضايا؟ اما اجمالا عزیزان عنایت داشته باشید، فتنه ای که شروع شده، این فتنه اینا کوتاه نمیان، قطعا برای دوره به اصطلاح 16 آذر 10 روز دیگه و بعدش سالگرد 9 دی و بعدش 22 بهمن و در نهایت روز دوم اسفند طرح‌ها و برنامه‌ها دارن. سندش رو در نامه‌ای که نوشتن و توطئه ایجاد کردن ببینید. نامه‌ای که امثال آرمین و امثال این تاجزاده هر بار تو فتنه‌های 30 سال گذشته نوشتن، نامه‌ها رو تو اینترنت هست، جمع کنید بخونید دستتون میاد خط فتنه کجاست. ما این سازمان منافقین داشتیم، سازمان منافقین بنی صدر، سازمان منافقین خلق، یه سازمان منافقین هم داشتیم به نام سازمان منافقین انقلاب اسلامی. هر دوشون به خودشون میگفتن سازمان مجاهدین، مجاهدین خلق، مجاهدین انقلاب. سازمان مجاهدین انقلاب جناح چپشون، اینا اولین کاری که کردن بعد از انقلاب رفتن ساواک رو گرفتن، مسلط شدن روی ساواک. افراد نزدیک بهشون مثل حجاریان و در واقع خسرو تهرانی توسط میرحسین اول دوره نخست وزیری میرحسین شدن رئیس اطلاعات نخست وزیری. ساواک چون زیر نظر نخست وزیری بود اسمش عوض شد، شد اطلاعات نخست وزیری. حجاریان و خسرو تهرانی شدن لیدرهای این قضیه با حکم میرحسین موسوی. اینا طیف چپ سازمان مجاهدین انقلاب یا همون سازمان منافقین انقلاب رو جمع کردن اونجا، به اسناد ساواک دسترسی پیدا کردن، چون آموزش اطلاعاتی هم نداشتن. مدیران سابق ساواک که تو زندان بودن مثل اون ارتشبات فردوست که خاطراتشون نوشت و اینها، اون چند نفر شدن استاد اینا. سنگ اولیه بنای کار رو اینا تو حزب سازمان مجاهدین انقلاب گذاشتن. این تاجیک که الان بزرگ استراتژیستای ایناست، تو دوره خاتمی هم رئیس مرکز تحقیقات استراتژیکشون بود، این تاجیک. اون امینزاده که تو دوره خاتمی همه کاره وزارت خارجه بود، معاون کمال خرازی بود. این تاجزاده که همه کاره وزارت کشور دوره عبدالله نوری و دوره لاری بود. یه تیم هم دیگه، اون عرب سرخی و این آرمین و اینا، همشون اینا عوامله به اصطلاح کسایی بودن که رفتن بخشای مختلف ساواک قبل از انقلاب رو دست گرفتن با حکم میرحسین موسوی. رفتن کارا رو دست گرفتن، بعدم که طرحی دادن که وزارت اطلاعات به وجود بیاد، وزارت اطلاعات به وجود اومد. فکر می‌کرد حجاریان که رفت تو مجلس طرح و مطرح کرد خودش میشه وزیر، که خب نشد وزیر و یه مجتهد گذاشتن، آقای ریشری رو گذاشتن بالا سرش. اینا از اونجا قهر کردن، یه سرشون بلند شدن رفتن پیش خاتمی تو ارشاد و لونه کردن تو ارشاد. همین تاجزاده و اینا همشون اونجا بود. جریان حزب مجاهدین انقلاب یک جریان مشکوک و منحرفی بوده از روز اول، که این جریان مخاطراتش بسیار زیاده. در 30 سال گذشته هم هر جا رد فتنه دیدید اینا بودن. سندش بیانیه‌ای که همیشه دادن، مثل این بیانیه هفته پیششون که بانیش تاجزاده بوده و آرمین و بقیهشون. این جریان که نوچه های بهزاد نبوی هستن، این جریان همیشه برای نظام مسئله درست کرد، همیشه ها. و حقیقتش اینه که ما دیگه واقعا آتش بس اعلام کردیم، ما دیگه نمیذاریم اینو از این بیشتر برای نظام مسئله درست کنم. یعنی من میرم کف دانشگاه ها با سند و مدرک رو پرده، دیگه زیر و بم زندگی امنیتی و فتنگر اینها رو رو میکنم که اینا چه کار کردن، چه کردن که رهبری مجبور شد در سال 1978 بیاد به قول اینا اطلاعات موازی را بندازه و بگه سازمان اطلاعات سپاه را بیفته جلوی در مقابل کاری که اینا کرده بودن. از این رو این جریان فتنه‌گر ریشه داره در بخشی از نظام. بخشای اقتصادی دستشونه، منابع مالی در جاهای مختلف دستشونه، بانک ها، بیمه ها، حوزه های معادن، صنعت، نفت جای مختلف دستشونه، در دستگاه اطلاعاتی نفوذ داشتن قبلا، شناختی دارن، اسنادی رو از زمان ساواک خبر داشتن.
بخش چپشون یعنی سازمان مجاهدین انقلاب رفتن سراغ ساواک، بخشی از اطلاعات توی رکن دوی ارتش بود در ستاد مشترک ارتش. این جناح حزب کارگزارانی ها اون اتریانفر، اتریانفر رفت توی ضد اطلاعات ارتش و رکن دوی ارتش، افتاد روی اسناد و مدارک اونجا. اینا اطلاعات عمده‌ای که از قبل از انقلاب بوده رو خبر داشتن، پالایش کردن، بخش زیادیش رو حذف کردن. این جریان مخوف کارگزاران با امثال اتریانفر که توز رفتن ضد اطلاعات ارتش شاه رو گرفتن، جناح چپ همین باند حجاریان اینا، خسرو تهرانی اینا و این سازمان مجاهدین انقلابی ها که رفتن ساواک رو گرفتن، اطلاعات نخست وزیری رو، و فتنه‌ای که الان می‌بینه توسط این دو تا طیف، راستیا حزب کارگزاران، چپیا سازمان مجاهدین انقلاب، نظام رو تا اینجا رسونده، اینا دیگه باید افشا بشه. خوششون بیاد بعدشون بیاد، ما اینا رو دیگه خودی نمیدونیم، داخل نظام نمیدونیم. کسی که 3 دهه در 3 تا 78 88 98 فتنه شروع میکنه مملکت رو بریزه به هم، علیه ولایت فقیه شعار بده، زدن اسلام رو هدف میگیره، اسلام رو مرگش رو اعلام میکنه، و بعدم جمع که شد بلند میشه بیانیه میده از اشرار دفاع میکنه، ما با اینا هیچ قرابتی درون جمهوری اسلامی نداریم. خطر سازمان مجاهدین انقلاب که ما بهشون میگیم سازمان منافقین انقلاب، از خطر رژیم صهیونیستی بدتره. لذا اینا با این کاری که این دفعه کردن، هرچند 3-4 روز پیش یه بیانیه دادن، بعضیشون گفتن ما نبودیم، نمیدونم تاجزاده علکی اسم ما رو گذاشته، اما ما با این جریان باید تصفیه کنیم. این جریان 3 دوره داره علیه اصل نظام و رأس نظام فتنه‌گری میکنه. اینکه چوبلای چرخ کار نظام بذارن، نظام رو ذلیل کنن، مردم رو خفیف کنن، مشکلات اقتصادی معیشتی برای مردم به وجود بیارن تا مردم از دست نظام زله بشن، بریزن تو خیابون علیه نظام شعار بدن، این توطئه است. این توطئه است. این که ما مطالبه میکنیم یکی از اعضای حزب کارگزاران یعنی آقای بیژن زنگن محاکمه بشود، چون از حزب کارگزاران تا الان جز خیانت ندیده ایم. اینا تعمد دارن در این که مردم رو اذیت کنن، اینا تعمد دارن در این که مردم رو بریزن توی خیابون. حالا مراجع تقلید میان سینه‌شون رو سپر میکنن، آبروشون رو میذارن. شخص امام جامعه میاد خودش رو در واقع فدا میکنه، سینه‌شو سپر میکنه، مردم میگن آقا حالا که رهبری گفت ما همه پامون رو میکشیم کنار. اما معناش این نیست که ما سکوت کنیم. لذا فتنه 1398 تازه شروع شده. این فتنه 90 روز دیگه تا 2 اسفند ادامه داره تا انشالله انتخابات به خوبی برگزار بشه. الان دارن حرف میزنن، میگن که چون انتهای نامه جدیدشون نوشتن، حالا که آشوبا جواب نداد سرنوشت از صندوق رای در میاد. این حرف تاج‌زاده است تو آخر نامه جدیدشون که امضا کردن، سرنوشت کشور از صندوق رای در میاد، حالا که نتونستیم کف خیابون مملکت رو بریزیم به هم تو انتخابات. اما ما هشدار میدیم به شورای نگهبان، آقای شورای نگهبان چقدر شما اینا رو داخل نظام میدونید؟ آقای شورای نگهبان تا کی میخواید سازمان مجاهدین انقلاب رو تایید صلاحیت کنید؟ تا کی میخواید حزب کارگزاران سازندگی رو تایید صلاحیت کنید؟ تا کی میخواید توفاله های حزب مشارکت رو تایید صلاحیت کنید؟ تا کی میخواید حزب اعتدال توسعه که این همه دوز با بخور بخور توش بوده رو تایید صلاحیت کنید؟ چرا برای مجلس اینا رو تایید صلاحیت میکنید که اینا اصل نظام و قانون اساسی رو میبرن زیر سوال و میزنن؟ چرا اینها رو برای ریاست جمهوری تایید صلاحیت میکنید که مملکت رو بکشونن به اینجا؟ مردمی که به اینا رأی دادن، گول حرفای اینا رو خوردن، مقصرن. اما شما اینا رو تایید کردید که مردم بهشون رأی دادن. ما دیگه 90 روز به شما شورای نگهبانی ها وقت میدیم. اگر این بار دوباره یک لیبرالی تقسیم بندی مال ما نیست، مال امام جامعه است. حضرت آقا فرمود کشور تقسیم میشه به انقلابی و غیر انقلابی، و به شمخانی و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی فرمود در مقابل جریان غیر انقلابی درون نظام باید ایستاد. جریان غیر انقلابی درون نظام یعنی حزب کارگزاران، جریان غیر انقلابی درون نظام یعنی توفاله های حزب اعتماد ملی، یعنی حزب در واقع مشارکت، یعنی حزب اعتدال توسعه، یعنی حزب این همین سازمان مجاهدین انقلاب. اینها کجای 20 سال 30 سال گذشته هم پای انقلاب بودن؟ کجا با آمریکا نبستن؟ کجا جاسوسی نکردن؟ 300 نفر از اعضاشون امروز تو وی او ای، بی بی سی فارسی، مناتو، این ایران اینترنشنال دارن علیه نظام فحاشی میکنن.
آخه چرا شما تو شورای نگهبان اینا رو داخل نظام فرض میکنید؟ چرا شما تو شورای نگهبان اینها رو خودی قلمداد میکنید؟ اینا دیگه چقدر باید از پشت به اسلام و نظام به قانون اساسی خنجر بزنن تا شما در شورای نگهبان صلاحیت اینها رو رد کنید؟ خونهایی که این چند روز ریخته شد شما هم مقصرید با تایید امثال این جماعت لیبرال. کشور تقسیم میشه به انقلابی و غیر انقلابی و در مقابل جریان غیر انقلابی درون نظام باید ایستاد. آن کس که باید محکمتر از هر کسی به ایستاد شورای نگهبان است. یک نفر از اینا فتنگرای در واقع لیبرال غربگرای کت خداپرست از صندوق تاییدیه شما بیاد بیرون، آقای شورای نگهبان ما دیگه اونا رو نقد نمی کنیم، شما رو نقد می کنیم. مصلحت های شما رو ما نمی فهمیم. چرا شما مصلحت سنجی میکنید اینا رو تایید صلاحیت میکنید؟ چرا این کارو میکنید؟ شما که چه تایید کنید چه تایید نکنید، حزب مشارکت، مصطفی تاجزاده، حزب کارگزاران هر روز میگن نظارت استصوابی غلط هست و شورای نگهبان بی خود ما رو رد صلاحیت کرده. شما اینا رو چه رد صلاحیت بکنید چه نکنید تمام سال بهتون فوش میدن. خب بابا یک بار برای همیشه این آتشخالای لیبرال رو بریزید بیرون تا مردم چهار تا مرد در عرصه مدیریت کشور ببینن، چهار تا رئیسی ببینن که صغیر و کبیر و خودی و غیر خودی رو نمیشناسه، برای تحقق عدالت پا روی همه چیز میذاره. عزیز من چهار تا مدیر بذارید مردم ببینن شیرین بشه کامشون. 41 سال این ملت پای انقلاب و نظام و ولایت ایستادن. چرا مصالحه میکنید؟ از چی میترسید؟ چی اینا مگه دست شما دارن؟ نزا شورای نگهبان مسئوله 90 روز دیگه یه دونه لیبرال تایید صلاحیت شده باشه، یه دونه حزب کارگزارانی، یه دونه حزب اعتدال توسعه، یه دونه حزب مشارکت، یه دونه حزب اعتدال ملی، یه دونه کسایی که تو این لیستای به اصطلاح سازمان مجاهدین انقلاب هستن دارن پشت ولایت فقیر رو به قول معروف اینجوری خالی میکنن. اگر که اینا تایید صلاحیت بشن ما از چشم دوستان شورای نگهبان میریم. لذا صریح و روشن در 90 روز آینده هر روز و هر شب در تریبون ها، در مسجد ها و دانشگاه ها و رسانه ها ما اعلام میکنیم شورای نگهبان جریان غیر انقلابی درون نظام با شاخص هایی که حضرت آقا تعریف کرده رو لطفاً رد صلاحیت کن. همه مردم پشت شما هستن، دیدید که چه جوری موضع گرفتن، اصلاً واهمه نداشته باشید. شما رد صلاحیت کنید اینها رو، جواب اینها کف صحنه به افکار عمومی با ما. این نکته اول. سرنگ کنید، قلبیر کنید، الک کنید، چهار تا آدم به درد بخور، جیگردار، جیب بسته، سالم، دست پاک، چشم پاک، انقلابی، ولایی، بیارید سر کار، مملکت رو بدید دستش، عقب ماندگی ها رو اصلاح کنه، درست کنه. این مملکت 100 تا 1000 تا 2000 تا رئیسی داره. اونا رو شناسایی کنید، بدید اونا بیان بالا کشور رو دست بگیرن، تو مجلس و دولت کارا رو ببرن جلو. بس دیگه ادای دموکراسی غربیا رو در آوردن و گول اینا رو خوردن و اجازه دادن اینکه اینا حرف غلط بزنن. این نکته اول. نکته دوم اینه که مردم دیدید بهتون دروغ گفتند. دیدید آقای روحانی و اعضای کابینش سال 92 و 96 به شما دروغ گفتند. مردم دیدید 94 در انتخابات مجلس به شما دروغ گفتند. چرا اجازه میدید دروغ بگن سرتون شیره به مالن بهشون رأی بدید؟ بلوغ پیدا کنید، بالغ بشید. سلبریتی، فوتبالیست، خواننده، هنرپیشه هیچی از سیاست نمیفهمه. چرا اونا رو میندازن جلو؟ شما به اعتبار هنرپیشه و خواننده و فوتبالیست رأی میدی؟ اونا خودشون به غلط کردن افتادن به خاطر دفاع از این دولت. مردم یک بار دیگه بشنون از سلبریتی‌ها که سلبریتی‌ها پیشمرگ جناح سیاسی شدن. مردم همچنان بزنه تو دهن اون فوتبالیست و خواننده و هنرپیشه‌ای که کار خودش هم بلد. تو فوتبالیست اگه کار خودتو بلد بودی نمی‌رفتن کیروش و کیو کیو بیارن به توپ زدن یاد بده. تو باید کار خودتو یاد بگیر، نمی‌خوام تو سیاست دخالت کنی. تو خواننده و هنرپیشه هم همینطور. لذا مردم یه بار دیگه از این سوراخ گزیده نشید که به یه مش آدم رنگ و لعاب داره
عقده ای عقب مانده سلبریتی که برای سگ و گربش که مرده تو اینستاگرام شب هفت و چله میگیره او بیاد بشه لیدر سیاسی شما، به شما بگه به کی رأی بدید. این نکته اول. مردم وقتی سیاست مداری آمد بهتون دروغ گفت، اگر چهار تا آدم مثل ما که وارد این انتخابات ها نمیشیم فقط اون روزا میایم روشنگری میکنیم گفتیم اینا دارن به شما دروغ میگن، شما گوش نکنید بهشون رأی بدید، این بلا سرتون میاد. یادتون آقای روحانی میگفتش که شما سخن گفتن با جهان را بلدید، کاسبان تحریم آب و صابون بیاورین رویتان را بشویید، شما تحریم میخواهید برگردانید، تحریم بر نمیگردد کاسبان تحریم. کی این حرفا رو میزد؟ چرا به این آدم 24 میلیون نفر شما رأی دادید؟ خدا پس گردنی به آقای روحانی و به دولتش و به شماها زد، تحریم ها یک سال بعدش برگشت. البته آقای روحانی بابت اتهام تهمتی که به ما زد گفت کاسمان تحریم باید یه روزی محاکمه بشه توی مملکت. قانون مملکت فعلا قانون قجریه دیگه، قانون دوره قاجاره. هر کی توی مملکت وزیر و رئیس جمهور باشه هیچی نمیشه بهش گفت. اسلام رو مرگش رو اعلام کنه، خیانت کنه، جنایت کنه، هر کاری بکنه، مجلسی باید سر کار بیاد که اولین کاری که میکنه مسئولیت رؤسای سه قوه و مسئولیت نمایندگان مجلس و وزیرا رو باید برداره. ما به نماینده مجلسی رأی میدهیم که اولین کاری که در مجلس آینده میکنه مسئولیت رئیس جمهور رو کنار میذاره که رئیس جمهور حق نداشته باشه 59 تا فوش به منتقدین خودش بده، اما اگر کسی از گل نازکتر به اون رئیس جمهور بگه دستگاه قضا به مر قانون طرفو بگیره بندازه تو زندان. این قانون، قانون قجره، قانون ارباب رعیتیه، قانونیه که ارباب حق داره در رعیت خودش جامعه خودش توهین کنه. این قانون رو مجلس آینده باید برداره. مردم وقتی به اینجاشون رسید رئیس جمهورشون و وزیر نفتشون غلط کردن تو روش اداره کشور، مردم حق داشته باشن بیان با آرامش تو خیابون، تو نماز جمعه، تو جای دیگه اعتراض کنن، دشمنم نتونه بیاد سوء استفاده کنه. ولی وقتی که قانون سفت و محکمی هست تو این مملکت که رئیس جمهور و وزیرا معصومن، چیزی بهشون بگی العیاذ بالله به خدا گفتی، چنین قانون در جمهوری اسلامی باید بره کنار. میدانن بعضی از مزوران که می توانند دروغ بگویند، رأی بیارن و فرداش بگن رهبری نمیذاره ما کار کنیم. شورای نگهبان هم تو نظرات استصوابی نمیذاره، تقصیر شورای نگهبان و رهبریه. یاد گرفتن دیگه. الان میدونن، میان برای انتخابات مجلس میگن حس رو برمی‌داریم. خب، حجاب هم برمی‌داریم. خب، سگم بگیرید بغلتون. خب، کلا فیلترینگ هم برمی‌داریم. خیلی خوب. میریم با آمریکا هم می‌بندیم، آب و نون و دونتون حل میشه. مردم میگن عجب مجلسی میشه این مجلس. بعد طرف میاد سر کار میگه مردم خب این حجاب رو که نمیذارن ما برداریم، تقصیر رهبریه. این آمریکا هم که رهبری نمیذاره ما بریم باهاش ببندیم. سگم که اصلا خودتون مشکل دارید میتونید بغل کنید، به ما چه مربوطه؟ هیچ. یاد گرفتن، یه گروه یاد گرفتن، میگن میریم یه وعده‌ای میدیم که حضرت نوح با 950 سالی که وقت داشت دعوت کنه مردم رو، حضرت نوح هم نتونه اونا رو پیاده کنه. بعد وقتی به ما گفتن چرا این کارو نکردید، میگیم اختیارات نداریم. آقای روحانی بعد 6 سال اومده میشینیم تو تلویزیون میگه من اختیارات بیشتر میخوام. امام تو جنگ به ما اختیارات داد، جام زربش نوشاندیم، رهبری هم این 2 سال آخر اگه بخواد مشکلات دور دولت ما حل بشه اختیارات به ما بده، با رهبری هم جام زر بنوشانیم. آقای روحانی تصمیم گرفتیم که هیچ کس نتواند به ولی فقیه و سپس به امام معصوم در آینده جام زهر بنوشاند. هیچ کس نتواند به علی علیه السلام بگوید، به مالک بگو برگرده، به حضرت روح الله بگه این جام زهر رو بنوش، ما تو جنگ کاری کردیم که تو جام زهر برات نوشانده بشه. ما قول دادیم به امام جامعه. جریان عمار یه موقع رفته بودیم خدمت آقا، بعد که ایشون عصبانی شد آمد فرمود که چه بکنم نمیبینن دندونهای به هم فشرده دشمنو، چه بکنم که صفوف به هم فشرده اینا رو نمیبینن. عینه عمار چهار تا آدم نیست بره تبیین کنه، همون فریادی که علی علیه السلام تو نهج البلاغه زده بود که عینه عمار. آقایون بعد که جمع شدن رفتیم اونجا یه قول دادیم، گفتیم ما یه قول میدیم برای آیندگان هم حتی تا زمان ظهور حضرت که هیچ امام معصومی و هیچ ولی فقیه در آینده مجبور به نوشیدن جام زهر نشه مثل علی علیه السلام و امام راهب. ما قول دادیم، بابت این قولمون هم هستیم.
شما دو سال یک سال و نیم آخرتون 500 روز آینده فقط باید بیاید گزارش بدید که چه کار کردید. شما از مذاکره با آمریکا دیگه حق نداری حرف بزنید. شما از این که من اختیارات میخوام قانون اصلاح بشه دیگه حق نداری حرف بزنید. شما 6 سال حق داشتی، میلیون ها دقیقه تلویزیون دستتون بود، مملکت ثروتش دستتون بود، صندوق ذخیره ارزی رو که هفته پیش رهبری اعتراض کرد که هی دولت ها میان از من میگیرن تا خرج کنن دستتون بود. شما رفتید با آمریکا بستید، همه کاری کردید، هیچی برای مردم آبی گرم نشد. در 500 روز آینده چهارچشمی مواظبتونیم. اگر قرار باشه از مدار قانون خارج بشید، قرار باشه بر امام جامعه جام زر بنوشانید، از مذاکره بگویید، از بی‌عرضگی هاتون بگویید، با ما روبرو هستید. ما دیگه 500 روز آینده جریان لیبرال درون نظام رو آرام نخواهیم گذاشت به حول قوه الهی. الله اکبر، الله اکبر، الله یک. فتنه 98 گام اول و فاز اولش تمام شد. ما در طول 90 روز آینده چارچشمی مراقبیم که آیت الله مایک سازمان سیا و اصلاح طلب و لیبرال های داخلی میخوان قسمت بعدی رو از کجا شروع کنن. نظام هجامت شد، یه مختصر خونی کذایی تو بدنش بود، نظام هجامت شد، مثل لبنان که توی یه ماه پیش هجامت شد، مثل عراق که توی یک ماه پیش هجامت شد. این اتفاقا رو بد ندونید. نظام هجامت شد، لبنان هجامت شد، عراق هجامت شد، دشمن به خواستش نرسید. ما توی 90 روز آینده چهارچشمی مواظبیم ببینیم میخواد چه کار کنید. این یک. دو، محکم ایستادیم که جریان غیر انقلابی درون نظام که 6 سال دولت دستش بود، 4 سال مجلس دستش بود، هیچ غلطی نکرد، شورای نگهبان اینا رو محکم به ایست رد صلاحیت کنه. اینها هیچ راندمان و کارایی نداشتن. اینا یک نفرشون حضرت آیت الله جنتی، یک نفرشون در مقابل جواد طباطبایی و اعلام نظریه مرگ اسلام موضع نگرفته. اینا با اصل اسلام در این دولت و مجلس مشکل داشتن، آیت الله جنتی. اینها با اساس اسلام مشکل دارند. اینها باید همه سرانشون، تمام تک تک ریز و درشتشون بیانیه بدن، ارتداد جواد طباطبایی را اعلام کنند. آقای روحانی باید توبه کنه که بیت المال سکه های درون نظام رو داد دست فرد منحوس کافر مرتد لیبرام صاحب نظریه مرگ اسلام. تا جریان لیبرال، کارگزاران، مجاهدین انقلاب، جریان چپ و راستشون از نظریه مرگ اسلامی که تو دولت آقای روحانی حمایت شد اعلام براءت نکردن، شخص جناب عالی آیت الله جنتی در مقابل خدا، شهدا، امام شهدا، حضرت زهرا و قرآن عظیم مسئولی اگر بذاری یه نفر اینا تایید صلاحیت بشه. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، آمین. رهبر مرد بر ضد بلایه، مرد بر آمریکا، مرد بر انگلیس، مرد بر دو. فتنه تمام شد تو این مرحله. مردم انقلابی یه بار دیگه وظیفه‌شون رو به خوبی انجام دادن. امام جامعه اومد خودش رو فدای اسلام و نظام و کشور کرد، مسئولیت‌ها رو گردن گرفت، سینه‌ش رو سپر کرد. اما دادستان محترم کل کشور، حضرت آقای منتظری، مردم انقلابی و خانواده معظم شهدا به خصوص شهدای اخیر منتظرن جناب عالی کیفرخواست بدی برای آقای زنگنه. آقای زنگنه باید بیاد به یک سوال پاسخ بده تو دادگاه که دادگاهش علنی تلویزیون پخش بشه. اگر آنچه که ایشون میگفت کارت سوخت هیچ کجای دنیا پیاده نشده مناسب نیست، مناسب نبود، چرا دوباره احیاش کردید؟ اگر مناسب بود و جلو مصرف زیاد بنزین رو میگرفت و کار درست و اصولی بود، پس شما چرا حذفش کردید؟ اینقدر برای نظام هزینه درست کردید؟ چرا شما که میتوانستید پلکانی قیمت بنزین رو اضافه کنید 95 به خاطر اینکه سال 96 تو انتخابات ریاست جمهوری مردم بهتون رأی بدن،
مبادا مردم میگن که بنزین رو گرون کردید مثلا رای به اینا ندیم. شما نگه داشتید قیمت بنزین رو 95 96 دوباره نگه داشتید، 97 هم به جای اینکه بیاید دلار شد 15-16 هزار تومان برداشتید 11 هزار میلیارد دلار سرمایه ملی و 60 تن طلا رو سکه کردید ریختید تو بازار، رسید به اون به اصطلاح اطرافیان خودتون. شما 95-96-97 میتونستید پلکانی بنزین رو یواش یواش گرون کنید که این اتفاقا نیفته. چرا سیاسی کاری کردید؟ به خاطر انتخابات گرون نکردید، الان گذاشتید این بلا رو سر مردم آوردید. میدونید اون وانت بار یه کمرش میشکنه، میدونید اون کسی که راننده تاکسیه، مردم عادی، همه میدونید نمیتونید جلو گرونی رو بگیرید، این گرون شده چیزای دیگه هم گرون میشه. میدونید این پولی که الان دارید 2000 درش میدید دست مردم تورم ایجاد میکنه. شما که این حرفا رو علمی میدونستید، چرا الان خودتون کار غیر علمی دارید میکنید؟ باید بیاد پاسخ بدید. شما باید بیاد محاکمه بشید. کمپین محاکمه وزیر نفت به دلیل اینکه پلکانی در 3 سال گذشته قیمت بنزین رو نیاورده بالا، شوک ایجاد کرد یه دفعه 300 برابر. و به دلیل اینکه کارت سوختی رو که اگر ورش نمی‌داشتید، حذفش نمی‌کردید، مصرف بنزین مردم اینقدر بالا نمی‌رفت که بیاد بگید آقا از 24 ساعت گذشته که این کارت رو احیا کردیم اینقدر مصرف، اینقدر چیچی لیتر کم شده. خب این از اول هم همین بود دیگه. همین توجیهاتی که شما میگفتید، دولت قبلی هم همین توجیهاتو میگفت. پس شما چرا برداشتید آزموده رو دوباره آزمودید؟ باید محاکمه بشید. این انتظار امت حزب الله و بسیجیان و مردم از شخص دادستان محترم کل کشوره. کمپین براش راه میفته و ما ترغیب میکنیم بدنی جامعه رو که از وزیر مربوطه شکایت کنن. این مجلس رو امیدی بهش نداریم دو سه ماه آخر عمرش اینقدر شجاعت داشته باشه زنگره رو بکشه اونجا استیزایش کنه بندازش کنار. آقای زنگنه، چه این مجلس استیزایت کنه چه نکنه، چه این قوه قضاییه محاکمت کنه چه نکنه، آقای زنگنه بانی اصلی این چند ده نفری که خونشون ریخته شد در این چند روز گذشته و بانی ریخته شدن خون انقلاب و نظام در سطح جهان، مقصر و مسببش تویی. اگر نظام هم از تو بگذره همه بگذرن، ما از تو نمیگذریم مگه یه جای پیدات کنیم فقط. اما سوم، سال گذشته زمستون پیشبینی شد در 600 روز آینده 4-25% اصلاحات تو نظام ضروریه. 25% اصلاح قوه قضاییه و تغییرات قوه قضاییه که آخر سال و اول آخر سال 97 و اول 98 انجام شد. در 8-9 ماه گذشته نظرسنجی حاکی از اینه که 67% اقبال به قوه قضاییه بالاتر رفته و بابت اقدامات آقای رئیسی مردم امید در دلشون ایجاد شده. 25% اول قوه قضاییه که اجرا شد. 25% دوم 90 روز دیگه انجام میشه در دوم اسفند سال جاری، تغییرات مجلس. باید سال دیگه این موقع مجلس هم حداقل 67% امید به جامعه تزریق کرده باشه، آدمای سالمی که مردم رو امیدوار کرده باشن. این میشه 25% دوم. 25% سوم 550 روز دیگه از انتخابات ریاست جمهوری، باید افراد توانمند قوی دست پاک انقلابی سر کار بیان که بتونن زیر مجموعشون دولت جوانی رو شکل بدن و در آستانه سال 1400 کشور با یک دولت جوان توانمند انقلابی دست پاک روبرو باشه، نه دولت مفسدین و غرب گرایانی که 1001 مسئله دارن. این 25% سومه. 25% چهارم تا اون موقع اصلاحات نهادهای زیر نظر رهبری است که اونها هم جوانگرایی درشون بشه. در 600 روز این 4-25% که جمعش میشه 100% اصلاحات درونی نظامه. یک چهارمش انجام شد تو قوه قضاییه. فشارهایی که رئیسی تحمل میکنه زیاده، تحول و تغییر در قوه قضاییه کار بسیار دشواریه. باید به رئیسی کمک کرد. کمک به رئیسی غیر از حمایت مردمی اصلاح مجلس رو نیاز داره. مجلسی باید باشه قوه قضاییه رو کمک کنه. دولتی باید باشه قوه قضاییه رو کمک کنه تا ریشه فساد رو بکنه، به تعبیر حضرت آقا این اژدهای هفت سر فساد که در نظام شکل گرفته. لذا
ما از این 4 تا 25 درصد در 600 روزی که تعریف شده بود الان رسیدیم به 500 روز دیگه. ما یه چیزی در حدود دوستان 75 درصد تغییر چهره نظام رو داریم با تغییرات دوتا قوه و نهادهای زیر نظر رهبری. این اتفاقات حضور مستمر مردم در صحنه رو میخوان. انشالله انتخابات مجلس آینده انتخاباتی پرشور، دشمن شکن و به گونه ای باشه که مزوران و شیادان نتونن شعارهای دروغ بدن بیان سر کار، بلکه مردم تشخیص بدن سره رو از ناسره و انسانهای مناسبی که جیبهاشون بسته باشه رو انتخاب کنن تا بتوانیم انشالله این 3 تا 25 درصد باقی مونده رو عملیاتی کنیم. انتخابات ریاست جمهوری هم همینطور. در انتخابات ریاست جمهوری انسانهایی که با غرب مشکل دارن، جیبهاشون بسته است، دستشون پاکه، اینها رو باید به مردم معرفی کرد. نظام 3000 تا تو هر تغییر دولتی مدیر نیاز داره. نسل اول و دوم کارشون تموم شده، لطفاً برن بشینن کنار دیگه، وامدار هم دیگن، از هم مسئله دارن، بذاریم نسل جوان بیاد. رهبری پیش در واقع درخواستش این بود، گفت دولت جوان مؤمنی بیاد سر کار. این دولت جوان مؤمن مختصاتش چیست؟ در گام دوم انقلاب اسلامی که از دهه فجر پارسال شروع شده، ما در ورود به سال 1400-500 روز دیگه ما باید یک جریان جوان انقلابی رو بیاریم سر کار که قرن آینده رو با نشاط و شور و پتانسیل بالا جلو ببریم. لذا نسل قبلی بسیاریشون سر کارشون با دادگاه میفته، بسیاریشون خودشون، بچه هاشون، خانواده شون بخور بخور کردن و زمانیه که اونطوری که علی علیه السلام فرمود مهریه زناتون کرده باشه پس میگیرم، قوه قضاییه حمایت بشه تا بتواند مهریه زناشون هم کرده باشن پس بگیره. اگر تو این مرحله رسیدیم، مرحله ساختار حکومت علوی داره شکل میگیره، همونطوری که علی علیه السلام اینجوری برخورد کرد و هزینه باید بده. مگه میشه شما با مفسدین در بیفتید؟ علی علیه السلام رو تو محراب مسجد کوفه شهید کردن، دست بردارن از سر رئیسی، دست بردارن از سر حضرت آقا، مسئله درست میکنن برای نظام. گفته بودن دست بزنید به برادرای ما، چه کار میکنیم، فلان میکنیم، بیسار میکنیم، انقلاب میکنیم، جنگ میکنیم. امروز هم اینجوری نیست که شما فکر کنید حالا دادستانی مثلا پیگیری کنه و آقای رئیسی هم بگیره محاکمه کنه و رهبری هم تایید کنه. اینا امام علی علیه السلام رو در محراب مسجد کوفه شهید کردن وسط نماز. حتما براندازی نظام رو در دستور کار میذارن که با دنیای حقیر و پستشون نظام در افتاده. اراده نظام مبارزه با این مفاسده، این اراده باید انشالله تقویت بشه. این نکته بعدی. و نکته آخر هم اینه که عزیزان، آینده روشن. غرب با 1001 مشکلی که داره هیچ آبی ازش برای ما گرم نمیشه. آمریکا خودش با 23,000 میلیارد دلار بدهی، 23 تریلیون دلار بدهی، دوچار مخمسه ایست که حتی تهدید خشک خالی هم نمیتونه ما رو کنه، چه برسه به اینکه بخواد با ما بجنگه. عزیزان فرانسه 54 هفته است، 1 سال و 3 هفته است مردم شنبه ها تو خیابوناشن. فرانسه ای که قرار بود بیاد مشکل ما رو حل کنه در پسابرجام، خودش مثل خر توی گل مشکلات و باتلاق اقتصادی خودش گیر کرده. مردم چین و ژاپن 1001 مشکل دارن، باید تکیه کرد به مردم خود، به توان جوانان داخلی برای حل مشکلات و از همه مهمتر اتکالمون باید به خدا باشه. ما متحدمون خداست، ما متحد خداییم، متحد کت خدا نیستیم. خدا رحمت کنه حکیم صنایع. حکیم صنایع غزنوی چند صد سال پیش فرموده برای امروز دولت ما، کت خدایی همه غم و هوس است. کد خدایی همه غم و هوس است، کد رها کن، تو را خدای بس است. ما خدا بسمون. لذا عزیزان آینده امیدوار کننده ایه. سند حرفمون چیه؟ رهبری فرمود دوره امروز دوره جنگ احزابه. یه قیف در نظر بگیرید، جنگ اول در ورودی قیف، جنگ بدر، جنگ دوم که سخت‌تر شد جنگ احد، جنگ سوم که خیلی سخت شد جنگ احزاب، یا همون جنگ خندق. تحقیق اون فشار انقدر سنگین بود که در روایات هست نماز ظهر و عصر و مغرب و عشاشون رو یکی می‌کردن. انقدر فشار روی پیامبر و امام علی و یارانشون تو مدینه سخت بود. محاصره اقتصادی شهر مدینه رو محاصره کرده بودن، اوضاعی بود. بعد احد و خندق. خندق دیگه اون تحقیق. وقتی دوره جنگ احزاب یا خندق تمام شد، شد فتح مکه. فرمود از 95 تا امروز شرایط کشور و شرایط انقلاب جنگ احزاب و جنگ خندق. این شرایط سخت و
که استخوان‌ها رو خورد می‌کنه، مردم دچار مشکلن، پدرها شربنده زن و بچه‌شونن، معیشت مردم دچار نوسان، جوونا نمیتونن ازدواج کنن. فرمود همونطوری که پدرها شرمنده خانواده‌شونن، من هم شرمنده اون جوونا و خانواده‌شون هستم. عزیزان این دوره انشالله بگذره، مثل گشایش فتح مکه شرایط جامعه اسلامی شرایط بازی خواهد شد. ما برای حل مشکل مردم نیاز به تعامل با آمریکا و کت خدا و شیطان نداریم که او به ما بگه دست از شرفتون بردارید به دین ما در بیاید تا من بهتون چرخ هواپیما بدم. از این رو آینده آینده خوبی است، آینده آینده بسیار امیدوار کننده است. حداقلش اینه که لیبرال ها چنان بی آبرو شدن که مردم دیگه اگه تو خیابون ببینن تف تو صورتشون میندازن. این پیروزی عظیمیه برای نظام. اینایی که اینقدر دروغ میگفتن و ما کارشناسیم و ما متخصصیم و ما چیم و چیم، امروز مردم اینا رو کنار میزنند. لذا عزیزان آینده آینده بسیار امیدوار کننده است، به خصوص جوانان عزیز، جوانان مؤمن انقلابی برای برداشتن بار اصلی حرکت نظام و تمدن اسلامی در گام دوم آماده باشن. و همونطوری که فرمود بسیجی یعنی علی علیه السلام که همه وجودش وقف اسلام بود، ما باید تربیت بشیم به گونه‌ای که همه وجودمون وقف اسلام باشه، هراس هم نداشته باشیم، هزینه ها هم حاضر باشیم بدیم تا این انقلاب شکوهمند یک ثانیه به عمرش اضافه بشه. یک ثانیه، نه یک روز، نه یک سال. امثال عباسی میلیون ها بار، میلیارد ها بار باید بمیرن و زنده بشن تا عمر جمهوری اسلامی یک ثانیه امتداد داشته باشه. کی متوجه اهمیت این میشی؟ زمانی که بری سراغ قرآن ببینی نوح شیخ الانبیا 950 سال دعوت کرد کسی بهش نگرفت. نفس خدا میفرما تو قرآن 1000 سال 50 سال کم این شیخ الانبیا دعوت کرد هیچ کس بهش نگرفت. 950 سال حضرت نوح حسرت یه جمعیت در حد همین شما مؤمنین تو این مسجد رو داشت. ابراهیم خلیل همینطور، موسی کلیم همینطور، عیسی مسیح که 12 تا حواری داشت همون هم لوش دادن که به صلیب کشیده شد. امام حسینی که تو صحرای کربلا 72 نفر همراهش بود. حضرت حجتی که 4 تا آدم هم نداشت مجبور به غیبت کبرا شد. لذا این جمهوری اسلامی یک ثانیه عمرش برابر با ارزش میلیون ها و میلیارد ها آدم مثل عباسی. امام راحل می فرمود حفظ نظام از اوجب واجباته، حتی ولو اگر جان یک نفر اون امام زمان هم باشه. اگر حتی امام زمان فدا بشود تا جمهوری اسلامی بماند رواست. این جمله مال امام راحله، اوجب واجبات. ما دیگه کی هستیم؟ ما دیگه کجا این جغرافیه؟ لذا هر کس بخواد خط روی این جمهوری اسلامی بندازه، این رو بی آبرو بی اعتبار کنه، مخدوش کنه، براندازی کنه، باید میلیون ها بار از سر جنازه ما رد بشه. لذا نگران تهدیدات دشمن نباشید، نگران این فتنه‌گران منافقان داخلی هم نباشید، به فکر طرح‌های ایجابی و تحولی آینده برای سال 1400 باشید. 500 روز دیگه ما ایم و انشالله 500 روز دیگه حرکت عظیم نظام مقدس جمهوری اسلامی. 4-5 تا دعای ویژه داریم. خدایا به مردان ما غیرت مضاعف عطا کن، به زنان ما عفت مضاعف عطا کن، منت بگذار این مردم عزیز رو زمان ظهور حضرت چشمشون رو به جمال نورانی حضرت منور بگردان، توفیق ویژه بده. خدایا زمانی که نماز پیروزی در قدس شریف اقامه میشه پشت سر حضرت، این مردم عزیز هم اونجا حضور داشته باشن. خدایا این مردم عزیز و این مردم شریفی که در این چند روز در سرما، در بارون و باد و برف همیشه همه جا آمدن پای نظام، خدایا اینا رو کنار حوض کوثر از دست سید شباب اهل جنه امام حسن و امام حسین علیه السلام سیراب بگردان. خدایا منت بر ما بگذار در مسیر زمین سازی ظهور حضرت شهادت رو نصیب ما هم بگردان. خدایا توفیق ویژه بده تا زمان ظهور حضرت سایه حضرت سید علی بر سر ما مستدام باد. به نبی و آله صلوات. زدن ولایت فقیه رو هر 10 سال مبتنی بر یک طرحی جلو بردن. طرحی 1188 فتنه 88 تا 1398 سه تاش رو اشاره کردم. طرح سیاست درهای باز چین با مدیریت آقای روحانی، طرح زدن انقلاب اسلامی و جایگزینیش با جمهوری اسلامی با مدیریت آقای روحانی،
طرح مرگ اسلام و زمین سازی برای آنچه که اینا اسمشو گذاشتن پروژه ایران شهری با مدیریت عباس آخوندی در دولت آقای روحانی و سازوکارهای مربوطش. البته 5 6 تا پرده دیگه داره که از حوصله جلسه خارجه. فقط از این جهت عرض کردم که نگید ای بابا شما توهم توطئه دارید. 78 روزنامه رو بستن اینجوری شده، 88 انتخابات تقلب شده، این دفعه هم که پول بنزین بود. یعنی چی 10 سال 10 سال این قضايا؟ اما اجمالا عزیزان عنایت داشته باشید، فتنه ای که شروع شده، این فتنه اینا کوتاه نمیان، قطعا برای دوره به اصطلاح 16 آذر 10 روز دیگه و بعدش سالگرد 9 دی و بعدش 22 بهمن و در نهایت روز دوم اسفند طرح‌ها و برنامه‌ها دارن. سندش رو در نامه‌ای که نوشتن و توطئه ایجاد کردن ببینید.